برای زندگی در روشنایی آدم باید زبان نور رو بلد باشه، در غیر صورت ناچار به زندگی در ظلمات میشه. عرض ادب دارم خدمت آفریدگار ایران، خدمت شما همگنان عزیز و ارجمند. نگاه کنید پشت سر چی میبینید؟ این دریای مازندران، کاسپیان، دریای کاسپیان، دریای قزوین، دریای شمال. عرض کردم خدمت شما که ایرانی ها همیشه پهنه های آب رو دریا می نامیدند. رودخانه های بزرگ هنوز هم در افغانستان به رودخانه ها میگن دریا. آمو دریا، روز سیحون و جیحون، آمو دریا، سیر دریا و به هر حال داشتم نگاه میکردم، گوش میکردم به مجموعه سیاست های وزیر جدید خارجه ایران در کابینه آقای حسن روحانی. همش انتظار داشتم که خب بالاخره بخشی از سیاست های جدید ایران معطوف باشه به تعیین یک برنامه دقیق و روشن به منظور کسب مطالبات ایران پیرامون دریای مازندران. امروز از دریای مازندران برای ما چی باقی است؟ آبهای آلوده هم یعنان عزیز و ارجمندم و گرفتاری های ناشی از درهم ریختگی شرایط محیط زیستی اینجا، کاهش درآمدهای ایران و واگذاری مجموعه منابع زیرکف دریا به کی؟ به همسایگان، به ویژه روسا. این کاری بود که صورت گرفته و جمهوری اسلامی و به ذات خارجه رژیم جمهوری اسلامی اغلب ترجیح میده که در مورد دریای مازندران سکوت اختیار بکنه. اگر خلیج فارس حیات استراتژیک ماست، دریای مازندران ایوان استراتژیک ایران محسوب میشه. اگر دریای خلیج فارس خروجی ایرانه، یعنی اکسیته از اقتصادی، یادمون باشه دریای مازندران میتونه برای ما یک ورودی امن باشه. و متاسفانه به نظر میرسه ما تمامی درها رو بستیم و سرنوشت این منطقه مهم آبی رو به روس‌ها و کشورهای همسایه واگذار کردیم، در این زمینه سکوت اختیار کردیم. فراموش نکنیم سهم ما از این دریا حدوداً چیزی نزدیک به 190 هزار کیلومتر مربع، 190 هزار کیلومتر مربع که تقریبا میشه نیمی از مساحت این دریا. بر چه پایه؟ بر پایه قرارداد 1920، بر پایه قراردادی که بعدها بستیم در سال 1920 و 1940 در دوره لنین و بعد یه قرارداد تکمیلی و ایران توانست در دوران اقتدار بولشویک‌ها حق خودش از روسا دوباره باز پس بگیره، حقی که در جریان قرارداد ترکمانچای از دست داده بود طبق بند 8. یعنی ما در واقع حاکمیت بر این دریا رو از دست دادیم. اما بر پایه همه قراردادها اینک دوباره ایرانی ها صاحب 50% از حقوق خودشون در این دریا هستند، که ولی دربارش در سالهای اخیر سکوت محض اختیار شد. میتونید یعنی چی وقتی میگیم 192 هزار کیلومتر مربع؟ یعنی استانهایی مثل آذربایجان غربی و شرقی و فارس که یکی از استانهای پهناور ایرانه، این سه رو که بذارید کنار هم مساحتش به اندازه سهم ایران در دریای مازندران. خب در چند نوبت ما درباره دریای مازندران، سرنوشتش، قرارداد ترکمانچای، قرارداد گلستان، بعد قراردادهای الحاقی که خود روس‌ها با انگلیس‌ها بستن در سال 1907 قبل از انقلاب، بر سر چی؟ بر سر تقسیم ایران به حوزه‌های نفوذ انگلیس و روسی. اما با روی کار آمدن بلشویک‌ها وضعیت کاملا تغییر پیدا می‌کنه. ایران موفق میشه که با داشتن دیپلمات‌های برزیده و چابک در کار چانه‌زنی دوباره حقوق خودشون رو احراز بکنن. اما حالا میرسی به مسئله تخصصی. یعنی چی؟
یعنی منابع زیر کف دریا، نفت و گاز، انرژی فسیلی. اجازه بدید که در این باره با یک کارشناس صحبت بکنیم. کی؟ مهندس شاهین نژاد عزیز از راه دور با ماست. درود بر شما شاهین نژاد. درود بر شما جناب میمودی گرانقدر و درود بر هموطنانی که در این هنگام روز یا شب هر جا که هستن بیننده یا شنونده ما هم. خب حال شما خوبه؟ سپاسگزارم، بد نیستم، ممنونم. خب خوش آمدید به تلویزیون ایران فردا. خیلی ممنونم آقای نژاد. ما سراپا گوشیم، منابع ما در دریای مازندران. بله، خب صحبت از منابع که میکنیم آقای میبودی، فکر کنم این برنامه تخصیص داده شده به منابع هیدروکربنی، نفت و گاز، چون منابع شیلات هم در دریای مازندران بسیار غنیه، به ویژه در آبهای گود طرف ایران که بزرگترین محل کشف، محل سید خاویار هم هست. بنابراین میریم سراغ سید خاویار. هم شده از 300 کیلو 300 تن شده 3 تن. این هم خبر ناگوار، واقعا جای تاسفه. در این حال آقای میبودی، وقتی مسئله کف دریای مازندران مطرح میشه، گمان زنی های بسیار بسیار متفاوتی صورت میگیره از حجم و اندازه اون منبع انرژی که در زیر بستر دریا قرار داره. تخمینی که زده شده، البته این تخمین ها و برآورد ها شما میدونید با یک تقریبا دقت بسیار کمه، چون هنوز بخش بزرگ از دریا مورد اکتشاف و یا حفاری چاه های ارزیابی قرار نگرفته، چیزی حدود 180 میلیارد بشکه نفته. حالا اگر بپذیریم 180 میلیارد بشکه نفت یک رقم قابل قبولیه، برای اینکه همیهنان بدونن تقریبا چه اندازه میشه، میام یه مقایسه میکنیم با کل نفت خاورمیانه که برآورد شده حدود 700 میلیارد بشکه است. بنابراین حدود 1/4 کل نفت موجود در خاورمیانه تخمین زده شده که در دریای مازندران در زیر کف دریا آماده است واسه ما و همسایگانمون که بهره برداری کنیم و از محل درآمدش بخشی از هزینه های توسعه کشورمون رو بدیم. این آن چیزیه که در حال حاضر صحبت میشه. حالا برای که دریای مازندران بیشتر باش آشنا بشیم، چون همه همیهنان بالاخره یک آگاهی از دریای مازندران دارن، خیلی هم رفتن اونجا رو دیدن، اما دریای مازندران در تمام پهناش یک عمق رو نداره. در بخش شمالیش بسیار کم عمقه، یعنی در جاهایی که آبهای کرانه‌های قزاقستان است و کرانه‌های روسیه، میانگین ژرفای آب چیزی حدود 5 6 متره که اندکی بیش از عمق یک استخره. ولی وقتی از کرانه‌های این دو تا کشور دور میشیم به بخش‌های میانی میایم، عمق آب به حدود 150 تا 200 متر میرسه که خب به هر حال عمق بسیار زیادیه. اما وقتی به طرف جنوب خلیج جنوب دریای مازندران حرکت میکنیم، میایم به عمقی میرسیم حدود 700 متر تا 1000 متر، یعنی ما در دریای مازندران عمق نزدیک 1000 متری هم دیدیم که اینها اتفاقا در آبهایی که به سوی ایران، یعنی بخشای جنوبی، که وقتی صحبت از 700 متر تا 1000 متر میکنیم تقریبا با عمق میانگین اقیانوس ها داره برابری میکنه. حالا از یه نظر برای ما خوب بوده، چون آبهای ایران گودتر بوده، خب طبیعتا تا الان سید خاویار، چون خاویار در منطقی که آب خیلی گوده معمولا به عمل میاد، نصیب ما میشده عمدتا. اما در مورد منابع نفت و گازی که پراکنده است در حوزه دریای مازندران، طبیعتا هر چقدر عمق آب بیشتر باشه، هزینه حفاری و بهره برداری بالاتر میره. در نتیجه منابع نفت و گازی که در آبهای ایران یا به سوی ایران قرار داره، حالا یا کشف شده یا در آستانه اکتشافه، طبیعتا خیلی گرونتر در میاد بهره برداری اونا برای ما تا منابع نفت و گازی که قزاقستان داره یا روسیه که در کرانه‌های شمالی هست. از سوی دیگه اونا یه مشکلی دارن که ما نداریم. مشکل اونا اینه که کرانه‌های شمالی دریای مازندران چند ماه سال در زمستان به ویژه یخ زده است،
در نتیجه انجام عملیات بهره برداری و حفاری نفت خیلی سخته و خیلی هم باز گرون در میاد، در حالی که در بخشای جنوبی که کرانه های ایران باشه خوشبختانه یخزدگی رو ما مشاهده نمی کنیم به اون صورت. در نتیجه اگر عملیات بخواد انجام بشه کرانه های ایران مناسبتر از اون جهت، بنابراین امتیازات اونا دارن امتیازات ما داریم. اینو فقط گفتن که مقدار آشنا بشیم که خود دریا مازندران که دمدش صحبت میکنیم یه حوزه بسیار متفاوتی از جنوب به شمال که حرکت میکنیم. و آقای نجات میخوام ببینم که با توجه به اینکه الان بهره برداری هم عملیات استخراج داره در دریای مازندران صورت میگیره توسط کشورهای منطقه و میدونیم که تولید هم برای برخی از کشورها هم در قلمرو گاز و نفت هر دو برای اونها وضعیت مناسبی پیدا کرد، میخوام ببینم در ایرانی ها علل اصول یعنی کشور ما علل اصول الان عملیاتی رو در دست اجرا داره برای استخراج نفت یا کشف منابع تازه نفت در منطقه، یا اصلا ما صرف نظر کردیم از دریای مازندران؟ آقای بیبودی ما خیلی دیر آغاز کردیم، خیلی دیر آغاز کردیم. کشورهای شوروی سابق تقریبا یکی دو سال پس از فروپاشی شوروی پیشین شروع کردن دعوت از شرکت‌های غربی و عملیات اکتشاف و استخراج رو با شدت بسیار زیاد دنبال کردن و زود هم به نتیجه رسیدن، به ویژه قزاقستان و آذربایجان. ترکمنستان این وسط یکم عقب موند و روسیه هم که خب از دهه های قبل مشغول بهره برداری بود ولی خب یه مقدار سرعت داد. اما در ایران بسیار ما دیر به این مقوله پرداختیم و وقتی هم پرداختیم دستمون خالی بود به خاطر روابط بسیار بدی که بین ایران و جهان صنعتی حکم فرماست. ما فعالیت عمده‌ای که داشتیم در مورد کشف منبع نفت و گاز میدانی رو کشف کردن چند سال پیش که به نام سردار جنگل نامگذاری شد که میدان گازی بود. در کدام منطقه؟ در دریای مازندران در تقریبا بخش مرکزی رو به غربش. رو به غرب. بله. و بعد اتفاقی که افتاد این بود که به خاطر اینکه منبع گازی بود و در حال حاضر ایران منابع گازی بسیار بسیار چشمگیری داره و متاسفانه به خاطر سوء مدیریت ها و سوء سیاست های جمهوری اسلامی امکان صادرات نفت برای ما الان وجود نداره چون کشوری خریدار، امکان صادرات گاز برای ما وجود نداره چون کشوری خریدار گاز ما نیست، در عمل خیلی جذاب نبود رفتن سراغ این منابع گازی میدان سردار جنگل. اما در سال 2012 وزارت نفت اعلام کرد که اکتشاف رو ادامه داده و در همون حوزه سردار جنگل در عمق دیگر در عمق حدود 2.5 کیلومتر زیر بستر دریا به لایه نفتی بسیار عظیمی رسیده و برآوردی که دادن گفتن که ما حدود 8000 بشکه در روز میخواییم تولید رو از این میدان آغاز کنیم. البته آقای میودی جهت آگاهی همینان اینو بگم که وقتی یه میدان کشف میشه تا موقعی به بهره برداری برسه زمان زیادی میبره، به ویژه اگر در دریا باشه، به ویژه در عمقی مثل 2.5 کیلومتری که زیر بستر دریا ما این میدان رو پیدا کردیم و چند صد متر هم خود عمق آبه. معمولا چه هزینه برمیداره وقتی منابع نفت در چنین عمقی قرار گرفته باشه، در چنین ژرفای مثلا 2.5 کیلومتر؟ برای اینکه ایده خدمتتون بدم آقای مهودی، همینا بتونم مقایسه کنم، یک میدان نفتی در خشکی فرض کنید در گکساران یا آقاجاری منو. چیزی حدود الان فرض کنید 6 دلار 7 دلار هر بشکه هزینه بهره برداریشه. بله. اگه جایی بخواد اکتشاف بشه و بعد بهره برداری بشه خب مقدار بیشتره. پس 6 7 دلار خشکی رو داشته باشید در ایران، بیاین در دریای مازندران با اون عمق و با اون گودی آب در دریای مازندران که میدان سردار جنگل قرار گرفته، در حالت خیلی خوشبینانه ما باید حساب بکنیم چیزی حدود 5-6 برابر خشکی هزینه بهره برداری از هر بشکه نفته، یعنی چیزی دور بر من انتظار دارم 30 دلار هر بشکه هزینه بشه. آه. اگر پروژه درست انجام بشه و حیف و میل و ندانم کاری درش صورت نگیره.
ولی تا به حال هیچ اقدامی هم صورت نگرفته نیست برای زدن سکو یا آغاز عملیات؟ هیچی نه؟ یا نه، ما تنها عملیاتی که در دریای مازندران داشتیم عملیات اکتشاف بوده و عملیات استخراج تا الان صورت نگرفته و ما از دریای مازندران یک بشکه نفت تجارتی تولید نکردیم متاسفانه. خب این به اساس یه به اصطلاح یه معامله پشت پرده با روس‌ها یا کشورهای منطقه است یا به خاطر مسائل اقتصادی یا چیه؟ فکر می‌کنید دلیلش چی باشه؟ آقای میبودی، به طور مسلم دادن امتیازاتی به روسیه و مسکوت گذاشتن مسئله دریای مازندران که یکی از مهمترین مسائلی که مربوط به منافع ملی ما میشه نمیتونه بی ربط باشه با مسئله جاه طلبی های هسته‌ای جمهوری اسلامی. در حقیقت برای داشتن پشتیبانی روسیه همچنان که به چین امتیازات داده شده و نفت با قیمت بسیار پایین بهشون فروخته میشه، کالاهای بنجل چینی مرتب داره وارد ایران میشه، جای کالاهای ایرانی رو هم گرفته. از آن سو در مورد روسیه هم سکوت مقامات جمهوری اسلامی توی دو دهه گذشته در مورد دریای مازندران جز یکی دو مورد که صداهای در اومد نشون میده که یک روند رو پیش گرفتن که منافع ملت ایران اونجا عملا قربانی مطامه هسته‌ای خودشون بکنن متاسفانه. در کنار این قدرت‌های غربی هم به خاطر اینکه ما متحد صنعتیشون نیستیم، ما متحد استراتژیکشون نیستیم، طبیعتاً هیچ گرایشی نشون نمیدن به اینکه بخوام بیان و با ایران کار مشترک بکنن در دریای مازندران. و همچنان که در آذربایجان بی پی رفت و تونست میادین گازی آذربایجان به ویژه میدان معروف شاه دنیز رو به توسعه برسونه و تولید هنگفتی ازش انجام بده، یا شرکت های مثل شل و توتال فرانسه و انی ایتالیا و اگزان امریکا که در قزاقستان دو تا میدان بزرگ قزاقستان رو به تولید رسوندن و در حال افزایش تولید هم هستن به نام های تنگیز و کشگان که اصلا اقتصاد قزاقستان رو داره متحول میکنه، متاسفانه ما از این همکاری محروم بودیم و به نظرم نمیاد در آینده نزدیکی هیچ برنامه جدی برای بهره برداری از این منابع ملی ما در دریای مازندران داشته باشیم. خب مهندس جواد به من بفرمایید که آیا منابعی هم هست که منابع مشترک باشه، هم متعلق با و هم کشورهای منطقه و اونا دارن بهره برداری میکنن و اینجا هم دست ما کوتاه شده؟ آقای میبودی، چون رژیم حقوقی دریای مازندران روشن نیست و ما هنوز توی اون اختلافات قراردادهای گذشته هستیم که آیا سهم ما 50% یا به گفته جمهوری اسلامی 20% یا به گفته کشورهای همجوار ما در دریای مازندران سهم ما 12%، عملا مرزهای مشخص نشده که ما بر اساس اون مرزهای آبی بگیم که ما معادل مشترک داریم فرض کنیم با آذربایجان یا ترکمنستان. اما چیزی که مشخصه تولید آذربایجان از میادینش که عمدتاً در آبهای کم عمق دریای مازندرانه به ویژه در بخشایی که به کرانه های ایران نزدیکه، اگر ما همون تقسیم 50-50 دریای مازندران رو بر اساس قرارداد 1920 و بعد 1940 که تایید شد بپذیریم، عملاً آذربایجان داره بخش از ثروت ما رو هم بهره برداری میکنه و استفاده میکنه. و ما چیزی نمیگی؟ ما دستمون کوتاست. چیزی هم نمیگی؟ هیچی هم نمیگی. وزیر خارجه جدید هم تعیین شد، منصوب شد، او هم احتمالا قرار نیست که در زمینه منافع ایران در دریای مازندران سیاست خاصی رو اعلام بکنه. آقای نجات، خب کل مساحت دریای مازندران میدونیم چیز نزدیک به 400,000 کیلومتر. حالا سهم ما قاعدتاً اگه 50% بود 190,000 کیلومتر مربع میشد. حالا اگر قرار باشه که ما اکتفا بکنیم به همین سهم مختصر و جزئی 11-13%، چون یکی از وزرای خارجه ای که شدیداً پشتیبان سیاست روسا در دریای مازندران بود، همین منوچهر متکی وزیر وقت خارجه ایران بود که بیشترین تلاش رو کرد
برای اینکه به مردم تفهیم بکنه که اون چی که روس ها میگن درسته و حق به جانب اونهاست. ما حق بیشتری نمیتونیم در دریای مازندران مطالبه کنیم. اگر ما به 11 تا 30 درصد قناعت بکنیم و رضایت بدیم و تسلیم بشیم، خب اول این به معنای تجزیه ایرانه، هیچ معنای دیگری نداره. میخوام ببینم در این محدوده مختصر 11 تا 13 درصد چه منابعی وجود داره، منابع نفت و گاز. آقای مهبودی، مسئله اینه که وقتی که ما 1920 موقعی که لنین به خاطر همدلی و ابراز همدلی با کشورهای تحت ستم آنچه که در قرارداد ترکمنچای به ما تحمیل شده بود و بخش بزرگش رو در حقیقت ازش صرف نظر کرد و یه نفس ایران کشید، یعنی میشه 1299 زمان احمدشاه قاجار، در اوج ضعف ایران ما یه همچین امتیازی از روسا گرفتیم و بعد در 1319 خورشیدی که 1340 میشد، فکر میکنم تاریخشو درست گفتم، در اواخر زمان رضاشاه برای محکمکاری دوباره بندهای از همون قرارداد 1920 آمد و دوباره تأکید شد که سهم ایران و اتحاد جماهیر شوروی 50-50 است. این دیگه زمان استالین بود، یعنی در اوج قدرت شوروی، در حالی که شوروی داشت نقش یک کشور بسیار قلدر و استعمارگر رو بازی میکرد، دولت وقت ایران موفق شد 1940 به روسا بقبولونه که دوباره بشینن پای قرارداد و آنچه که 20 سال پیش لنین گفته بود رو تایید بکنن. اگر دولت زمان رضا شاه تونست این کارو با البته 1921 1921 ولی نخست وزیر ایران در سال 1922 امضا میکنه، حکیم الملک، بله 1921 22 بعدم 1940 درست، بله میفرمودید، بله 1940 که اگر ما در اواخر دوره رضا شاه تونستیم یک همچین توافقی رو دوباره از روسا بگیریم که در اوج قدرتشون بودن در زمان دیکتاتوری استالین در اونجا، بنابراین برای جمهوری اسلامی که ادعای اقتدار میکنه و میخواد حوزه نفوذش رو به تمام منطقه گسترش بده و به همه جای دنیا هم کار داره، حتی به امریکای لاتین هم سر میکشه، واقعا باید جای شرمساری باشه که منافع ملت ایران رو در بغل گوشش در آبهای خودش دریای مازندران به خاطر مصالح نظام، مصالح ملی رو قربانی کنه، آن هم در زمانی که به هیچ دولت روسیه در حد اقتدار دوره استالینش نیست و خودش دوچار 1001 چالش درونیه. ولی متاسفانه یک، امتیاز دادن به روسا، و دو، روابط بسیار بدی که اینها ظرف این چند دهه با غرب ایجاد کردن که باعث شده پشتیبانی اونام از ما صرف شده، ما رو عملا تبدیل کرده به، ببخشید اینو میگم، بچه یتیم اون منطقه، کشوری که نه دوست داره، نه کسی باش دوسته و نه کسی پشتیبانی ازش میکنه و کسی دوست نداره اصلا ایران به منافعش اونجا برسه، از جمله دولت مداران ما. من امیدوارم همچنان که آقای مهبودی تو برنامه‌ای که ما در مورد پارس جنوبی داشتیم و شاید بی اثر نبود صحبت‌هایی که شد و فشارهایی که افکار عمومی شاد آوردن که وزیر جدید نفت اولین سفرش به پارس جنوبی بود، آقای بیژن نامدار زنگنه، و یه وعده وعیدهایی داده که ما پارس جنوبی رو شدت میدیم، شتاب میدیم، سال 2013 و 2014 به این دستاوردها خواهیم رسید، دست کم یک خلی دادیم ما این جریانو. امیدوارم در مورد دریا مازندران هم بتونیم با صحبتهای از این دست افکار عمومی رو بیشتر تهیج کنیم که در مورد منافع ملت ایران که اینگونه داره از دست میره بی تفاوت نباشن و فشار بیارن. حتی یک نظام مثل نظام جمهوری اسلامی هم در برابر فشار افکار عمومی دست کم مجبور وانمود کنه که داره حرکتی میکنه. ما مجبوریم این کارو بکنیم. آقای مهبودی، آقای نژاد، اگه قرار بشه ایران دست به تولید گاز بزنه در این دریا، و از نظر اقتصادی آیا به صرفه است در شرایط حاضر؟ آقای مهبودی، در حال حاضر برای صادرات نه، چون مطلقا ما بازارشو نداریم. در مورد بازار داخلی هم آنچه که الان پارس جنوبی داره میده و میادین گازی دیگری که ما داریم، عملا
باعث میشه ما نیازی به دریای مازندران نداشته باشیم، به ویژه اون میدان سردار جنگل که به دست اومده، میدانی که در آبهایی که حتی با همین وضعیت 12% هم مربوط به خود ماست، بنابراین میدان مشترک نیست، ولی لایه نفتی اون بسیار جالبه و منبع مالی عظیمیه، میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در ایجاد کار برای شهرهای ساحلی دریای مازندران و همچنین مقداری از درآمد شاید بتونه هزینه خود منطقه بکنه. فکر کنم که بتونه یه مقدار باعث رونق اقتصادی در شهرهای مازندران و گیلان بشه، ولی با اون حرکت بسیار لاک‌پشتی که شرکت نفت داره میکنه به خاطر سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی و صحبت از 8000 بشکه در روز تولید میکنن، 8000 بشکه در روز آقای مهبودی برای ما جوکه، 8000 بشکه در روز برای ایران یعنی تولید یکی از چاهای آقاجاری یا گچساران یا مارون یا اهواز، اصلا رقمی نیست که ما بخوایم به عنوان پروژه ملی بهش نگاه کنیم. با این وضعیت نه، با این وضعیت ما تغییر قابل در نظرگیری رو نمیتونیم در آینده نزدیک در دریای مازندران در بخش خودمون شاهد باشیم متاسفانه. اون که باز جالبه آقای نژاد این که سپاه پاسداران تقریبا هر جایی منابعی وجود داشت که متعلق به ایران بوده دستش دراز کرده یا رفته به هر حال دور اونجا سیر خاردار کشت و اعلام مالکیت کرد، ولی حیرت انگیز اینه که در مورد دریای مازندران سپاه هم در سکوت محضه، هیچ فعالیتی در دریای مازندران نداره، کل مجموعه فعالیت‌های نظامیش در آب‌های خلیج فارس، تنگی هرمز، دریای عمان و اقیانوسه. اخیراً بعضی وقت‌ها سری به کانال سوئز می‌زنه یا اعلام کردن که می‌خوان ناوگان‌هاشون راهی آب‌های ساحلی آمریکا بکنن. ولی در این مورد سکوت مرموزی کردن. یعنی سکوتی خیلی با معناست و من فکر می‌کنم همه مردم ایران معناش رو دریافت بکنن. زیاد سخت نیست دریافت معنای این سکوت به نظرم نابکارانه، چون اینطور به نظر میاد که یک سکوتی بین همه جناها در برابر منافع ایران وجود داره و نشون دهنده معاملات پشت پرده است با برخی از قدرت‌ها به ویژه روسیه در بالای سر ما. شما نظرتون چیه؟ آقای مهبودی، سپاه اگر سکوت کرده و نیامده جلو برای اینکه تحت عنوان پروژه و طرح بخشی از این منابع را بگیره زیر دست خودش، واسه اینه که میدونند که ظرف 10 سال گذشته هیچ محل درآمدی از این منابع در مازندران نخواهند داشت جز اینکه باید هزینه بشه در اونجا و این هزینه و از محل بودجه شرکت ملی نفت ایران خواهد بود، هیچ دکانی اونجا برای اینا باز نخواهد شد. طبیعتاً برای نهادی که نه بدنش، چون بدنش رو من هم میهنانی میدونم که مثل هر هموطن دیگری مشغول شده در یه سازمانی داره کار میکنه و نهایتاً هموطن من شماست و بایدم همیشه در هر حکومتی در ایران نیروی مسلح باشند و کمک کنن واقعا به استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور، ولی بخش بالای سپاه کسانی که به هر بنگاه اقتصادی دست انداختن با ایجاد شرکت‌های سوری و شرکت‌های بسیار بودار، شرکت هایی که با زد و بند طرحهای بزرگ رو دارن از همدیگه میگیرن و همدیگه نون قرض میدن، هر منبع مالی رو عملا قرخ کردن و در اختیار خودشون گرفتن، مشخص بود کسانی که از قاچاق سیگار نمیگذرن و اسکله باز میکنن تا بتونن کالای قاچاقشون رو وارد کشور کنن و پخش کنن، چطور ممکن از منابع عظیم نفت و گاز دریای مازندران بگذرن مگر اینکه بدونن تو 12 سال آینده از این تنور نونی براشون داغ نمیشه و پولی به دست نخواهد اومد. دقیقا جریان هم همین هست آقای مهبودی. تشکر میکنم. خب با آقای شاهین نژاد خواهیم بود در دیدار دیگر، بحث رو دنبال میکنیم، مسئله بسیار مهمی است و به امر حیاتی در رابطه با منافع ملی ما. دریای مازندران عزیز ما رو نگاه کنید پشت سر. خدافظ، منتظر برنامه بعد باشید.